در این سیستم فکری که دنبالش هستیم به سمت و سوی میریم که همراه با یک گستردگی باشه، برخلاف اون جهت سمتی که میخواد ما رو به یک تمرکز بیاره، در یک نقطه معطوف بکنه. ما از همون ابتدا جریانی رو دنبال کردیم که ما رو به گستردگی و گسترده شدن در سطح هستی در واقع سوق میداد و سطح تفکری خودمون رو از مسائل جزئی و قومی و قبیله‌ای و نژادی و حتی انسانی به سطح کل ارتقا دادیم. این از اون مواردی هم هست که باز زیاد و خیلی نمیشه به تعریف در بیاد، هرچی بیشتر زور بزنیم که تعریفش کنیم بیشتر توش میمونیم. فقط میتونیم بگیم که در تجربه و در ارتباط خودش منظور رو میتونیم متوجه بشیم که منظور چیست. لذا در ارتباط گستردگی ما رو در واقع به یک حالت گستردگی در ابعاد مختلف خب میکشونه و ما این گستردگی رو به نحوی احساسش میکنیم و در اون قرار میگیریم و بعداً اهمیتش رو پی میبریم. چند تا از دوستان در ارتباط از جلسه قبل تا امروز تونستن توی این ارتباط قرار بگیرند و اون گستردگی رو احساس بکنن، تجربه بکنن. دوستان لطفاً دستشون رو بلند بکنن. خب حالا اینجا چند تا ارتباط برقرار میکنیم که دوباره در این به اصطلاح رابطه گستردگی رو میگیریم ولی بخشش رو میگیریم. گستردگی رو متوجه میشیم، میگیرید، میگیرید، درسته؟ اما حالا به دنبال اون در فضای دیگری قرار میگیریم. حالا دیگه تو این فضای جدید کی قراره یا کی یه چیزی رو شکار میکنیم اونو نمیدونیم. فعلا مرحله به مرحله. مرحله اول این که اصلا در فضای گسترده قرار میگیریم. خب یه حسنی این فضای گسترده داره فلبداهه، اونم اینه که ما وقتی که در جزء قرار میگیریم، دید ما جزئی است، دنیای ما جزئی است، عقل ما جزء نگره، همینا تو جزئیات به اصطلاح صحبت‌های ما، آرزوهای ما، خواسته‌های ما، مسائل ما، ریزبینی های ما، نقطه سنجی های ما، ایبیابی های ما، ایبجوی های ما یک فضا داره. وقتی میریم توی گستردگی قرار میگیریم، این نکات دیدن، نکات این چنین رو دیدن اصلا یه دفعه اینکه محو میشه. لذا مثلا فرض کنید که یک فرد ایبجو خب که خیلی راحت میتونه سر پا مثلا دهان و ایب رو ببینه، وقتی میره تو گستردگی برمیگرده میبینه که دیگه اصلا نمیتونه اون ریزبینی ها رو داشته باشه. خب اون نقطه سنجی ها رو میبینه که اصلا از نظرش یه جوری افتاده. البته بازم نمیدونم چی تو بگیم از نظرش افتاده، یعنی وقتی آدم تو کلیات عظیمی غرق میشه دیگه طبیعتا این جزئیات دست و پاگیر دیگه نمیتونه اونو به خودش جذب کنه. آنکه او میتواند گفت با خورشید راز، کی تواند مان دیگر با یک ذره باز. وقتی که میشه، وقتی که متوجه میشه که مثلا بحث کنید میشه با خورشید راز گفت، دیگه کسی نمیتونه با یک ذره سر کنی. بنابراین وقتی میشه با دریا ارتباط برقرار کرد، دیگه سوی یک شبنم چجوری میشه رفت یا چجوری میشه جذب شبنم شد؟ کسی جذب شبنم میشه که به دریا راه نداره، چون به دریا میتوانی راه یافت،
سوی یک شبنم چرا باید شتافت؟ آن که او میتواند گفت با خورشید راز، کی تواند ماند دیگر با یک ذره باز. یعنی در واقع گستردگی، ارتباط گستردگی میاد ما رو میکشونه به یک سطح وسیع تر. اون وقت تو اون کششی که ما داریم میریم، کاری ندارم که حالا راجع به اینتر یونیورسال و بحث چیزایی که با هم صحبت کردیم، به طور کلی یک به اصطلاح پدیده ای اتوماتیک رخ میده و اونم اینه که دیگه ما جذب شبنم نمیتونیم بشیم. یعنی خیلی از جزنگری ها، عیبیابی ها، عیبجویی ها و مسائل خردی که خیلی نظر ما رو جلب میکنه به خودش، بعد میبینیم که اینا دیگه برای ما جلوه ای نداره و خیلی از افراد معمولی هستن که نکات ریز براشون خیلی جلوه داره، ولی برای ما این جلوه میفته.